متاسفانه اون چی که من توی چند روز همکاری خودم با این نهضت داشتم عیب‌هایی دیدم در بین اشخاص که یکی از اونها کورکورانه اخته گرفتن و تیراندازی کردن. اشخاص صلاحیت ندارن، آشنایی کامل ندارن، زیر سرپرستی یک هیئت مشخص و واجد شرایط نیستن. اسلحه ها به دست اشخاصی افتاده که جلوی مردم اذیت میکنن، تیراندازی میکنن، ترس و وحشت به وجود میارن و اون راندمانی که باید به دست نمیاد. من عکاسم و آنچه که حالا دیدم نهضت ما احتیاج به من داره، چون خدمت کردم این بود که اسلحه به دست گرفتم، حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم. بنده اسم خدامراد عظیمی تریک فروشم هستم و کار نهضت ما خیلی خوب بوده، خیلی قشنگ بوده، خیلی قشنگ پیشرفت کردیم تا اینکه روزی که ما رفتیم پشت در اول نیروز و اینا محاصرهشو کردیم، با اعتبار چند نفر رفتیم، چند تا مواد منفرج کننده انداختیم و چند تا تانک منفرج کردیم، چند نفر پیشی جلو روی رفتیم با نیروی مسلح و اونا عقب نشینی کردن تا اینکه اومدیم تا اینجا. خیلی خوب بوده لذت ما، ولی در این حال میخوام بگم که اگه شهربانی زودتر مسلح بشه و زودتر بیاد تو مردم و زودتر بیاد قیام شروع کنه، یعنی لذت مردم هم کنترل اینا به دست بگیرن، کار ما سریع پیشرفت شد. آقایان گوش بدید، من سرهنگ توکلی هستم، من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم. حمله به سفارت آمریکا بهانه به دست ارتش آمریکا خواهد داد دخالت کنن. نکنید این کار رو، خواهش میکنم هیچ گونه تیراندازی نکنید. آقایان به خاطر مملکت نکنید، به خاطر اسلام نکنید. سازمان مجاهدین خلق هستم. دو روزه که ما سفارت امریکا رو محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا رو سفارت خارج بکنن. امروز محاصره تنگتر کردیم، ملتی که دیدیم از پشت جعبه‌ای که درون سفارت بود افرادی مشکوک وارد ساختمان شدن. به محض اینکه اینطور شد به کمیته مسجد امام حسین اطلاع دادیم، از میدان فوزی برای ما قوا فرستادن. 24 نفر از بچهای مجاهدین سازمان مجاهدین خلق به ما پیوستند، حلقه محاصره تنگ کردیم و وارد شدیم. به من دیگه وارد شدیم، دو تا امریکایی رو مشاهده کردیم که با در دستشان نارنجه که چاشیش آزاد بود به ما حمله کردن. با زخمی کردن یکیشون نارنجه رو دستشون خارج کردیم. به من اینکه ما دو تا امریکایی رو دستگیر کردیم، برادران مسلح هم به ما پیوستن و این چهار تا دیگه شدن که تو اتاق تو کمد قایم شده بودن و مسلح هم بودن دستگیر کردیم. و بنده جناب سروان ایشون و این حاج آقا با دو تا دیگه از شریکای مجاهدین خلق وارد اتاق شدیم و اونا رو بیرون آوردیم. ادهی قصدشن اونها رو بکشن، ولی ما به دستور حضرت امام خمینی اجازه این کار رو به اونها ندادیم. اونها رو خارج کردیم، به آشپزخونه بردیم و بعد از اینکه یکی از آقایان دکترها با آمبولانس تونست خودشو برسونه به درون سفارت، اونها رو در آمبولانس گذاشتیم و مخفیانه به عنوان اینکه مریض داریم خارج کردیم. بفرما تو پیاده رو ازت خواهش میکنی، بفرما تو پیاده رو با ما همکاری کنی. برو آقا.
شما که نقشه میدون بایستدی ازتون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم. آقایون که اون برواز داری شما که ادعای مجاهدت میکنی حرکت کنی آقا. آقایون به هیچ آقا کسی تو پیاده ما نسته. As far as we are concerned, we are not the toys of any country. You're saying you do what every country does. Sure. If torture is necessary, you torture. Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that. But there are intelligent ways of questioning now. Well, they talk about psychological and physical torture. Physical, I don't believe. I talk not anymore. Maybe in the old days, maybe. I talked just today to a man whom I believe who told about torture. He was tortured? Yes. And you believe that he was tortured? Yes. How many years ago? Within, I want to be very careful, not yesterday. Ah, well, maybe. I don't know. The word has gone out to stop it. To stop what? Torture. But a long time ago, yes. Are you aware of a CIA psychological profile about you, sir? No, I must admit that it's the first time I hear that. Truly? Yes. What is it? Would you be interested in hearing what the CIA had to say? Yes, why not? Really? Yes, why not? I have your permission? Yes, sure. You won't send me to the SAVAK if I ask? No, I would spare you this terrible ordeal of going through torture. This secret study portrays the Shah as a brilliant but dangerous megalomaniac who is likely to pursue his own aims in disregard of U.S. interests. So how could I be your man, your agent? How do you mean? Safeguarding your interests. Well, it says that the Shah is an uncertain ally. His dreams of glory apparently... Oh, I know. So you would like me to be your stooge? Do you want me to go on, or shall I forget about this? Well, funny points, why not? So he went on to quote to him from the CIA profile. His dreams of glory, it said, apparently exceed his ability to finance them. When his oil revenues run out in an estimated 2 decades, he might use his new military power to seize some neighboring oil fields. Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran, who felt they had little reason to be grateful to the Shah. The fabulous profits from oil had not filtered down to them. Autumn 1978, anti-Shah demonstrations had grown to such proportions that the Shah declared martial law in most of Iran's cities. The preoccupation in Tehran still seems to be over whether the Shah would leave Iran once a new civilian government is formed. From his exile in France, Khomeini was the chief fomenter, the mastermind, and eventually the inheritor of Iran's Islamic Revolution. The Shah secluded himself in his palace, surrounded only by friends,
courtiers and officers. A tearful Shah of Iran left his country today on a vacation from which he may never return. There was a triumphant and tumultuous welcome in Tehran today by more than a million Iranians for the Ayatollah Khomeini, returning home from 15 years of exile. Here's especially Americans, get out. For security reasons, the airport has been sealed off to the general public. شما مستقل شدید. خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید. اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از اونها سلب کند. آزادی مطلق باید باشدی که اونها می گن. این است که چریک های فدایی و فلان دسته منافق و فلان دسته کافر و فلان دسته که هیچ اعتقاد به اسلام ندارند، اینا آزاد باشند و بیاند و هر چی دلشون میخواد بگند و هر کاری میخوان بکنند و ولو فرض کنید که به ضد اسلام حرف بزنن آزادند و ولو به ضد قرآن حرف بزنن آزادند و یه دسته نفهمم میگن نخیر باید این چیزا باشه. نباید به خودتون بیایید که دیگه تو روزنامه‌تون غلط‌ها را نکنن. روزنامه‌ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد همشون را ببندم. آرا نمیگیرید. مکرر من گفتم بهشون چرا نمیگیرن جلو روزنامه ها را؟ من بگیرم. دلواپسی امام ادامه دارد تا نامه پایانی او به ما، تا وصیت نامه. باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز به تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری